Hosh Hamadid beseite Mahdi Brücke. Mosue tafsire enji dar inhafte dar morede marg war das dachise badanas. Bei Inda Lilas ke jek shambe dar inhafte acharin jek shambe sale kelisas. Darin jek shambe va ham dar ruse char shambe jane ruse tobe dar hamin hafte inhafte mardom dar kolle alman Kesani marchum ra bechater nega darand. Marsume almani ha dar in yek shambe ya chahar shambe inast ke be gurestan miravant va be an marchum ha fekr mikonand. Be hamin dalilast ke acharin yek shambe dar sale kelisa ham yek shambe mordegan namide mishavad. Ama namedigar hamin yek shambe niz yek shambe rastakhiz نامیده می شود. آشکار است که بی خورایان تنها در مورد مرگ یا پایان زندگی فکر می کنند. با این حال برای مسیحیان هر دوی مرگ و رستخیز در اهمیت هستند. ابتدا باید مرگ و رستخیز را تعریف می کنیم. از یک سو مرگ تجربه فرایند مرگ است یعنی آخرین مراحل زندگی. اگر کسی باهوش است بتواند مرگ را تجربه کند. مرگ شکست نهایی بدن ما انسان هست. از سوی دیگری مرگ در مورد این حالت است که کسی مرده است. زمانی بعد از زندگی ما مرگ را تجربه نخواهیم کرد. زیرا مرگ فراتر از تجربه انسانی در دنیا است. مردم مخصوصاً آخرین مراحل زندگی با درد و رنج تجربه می کنند. به همین دلیل مرگ را می ترسند. فرآیند مرگ از همان لحاظ تولد مشروع می شود. سلول‌های بدن ما از ابتدای زندگی تا پایان در حال مرگ هستند و باید تجدید شوند. هرچه پیرتر می شویم، روند تجدید کندتر می شود تا در پایان زندگی من متوقف می شوند. پس ما می میریم. مرگ می تواند به طرز وحشتناک و خیلی سریع اتفاق بیفتد یا ممکن است که در سنینی پیری رخ دهد. از نظر فلسفی مرگ بی‌معنی است. فلسفی یعنی یونانی اپیکوریوس تقریبا 200 سال قبل از میلاد زندگی می‌کرد و نوشت ترس از مرگ هیچ معنی ندارد، به همین دلیل که شما آن را تجربه نمی کنید. چون وقتی مرگ پیش می آید دیگر اینجا نیست. اینجا نخواهد بود و برای شما بی معنی است. به این دلیل مرگ و فرایند مرگ کاملا فرق دارند. آنچه در فرایند مرگ اتفاق می افتد را می توانند کاملا دقیق توصیف کرد، اما خود مرگ نمی توانند توصیف کرد. به همین دلیل نمی توان رستخیز را تعریف کرد. به خودی خود رستخیز بدن ما بعد از مرگ اتفاق خواهد افتاد و به همین دلیل طبیعتاً فرار از تجربه انسان است. با وجود این که نمی توانیم رستخیز را عقل انسانی تعریف کنیم، بیشتر انسان فکر می کنند که چیزی بعد از مرگ و وجود ندارد. اما این اشتباه است. اشتباه است چون کسی نمی تواند در مورد چیزی درس کند که فراتر از تجربه است. و در همین مقام عیسی وارد می کند و به ما نشان دهد که خود او اولین کسی بود که مرگ و رستخیز را تجربه می کرد. و نه تنها برای خودش بلکه برای
ma tamanis betabanim rastakhisra tajrobe konim. خیلی مهم است که ما این را درک کنیم که بود جهان کاملا متفاوت از بود خود است. تنها خدا می تواند بود بهشت را آشکار کند. به این دلیل یک ویدیو کوچک را ببینید در مورد این دو بود بهشت و زمین و متفاوت بین بود بهشت و زمین نشان می‌دهد. کتاب مقدس از اصطلاحات بهشت و زمین استفاده می‌کند و همین گونه از دو بود کاملاً متفاوت صحبت می‌کند. عالم خدا و عالم ما انسان. خوب، من دنیای خود را به خوبی می‌شناسم، درختان، رودخانه‌ها، کوه‌ها، اما درک من از جهان خدا کمی مبهم است. آنچه در این مورد در کتاب مقدس می‌یابیم تصویر است. آنها سعی می‌کنند دنیای خدا به ما آشکار کنند که در غیر این صورت برای ما غیر قابل تصور است. پس آنها دنیای بسیار متفاوت هستند. بله، ماهیت آنها بسیار متفاوت هستند. اما آنچه واقعاً جالب این است که در کتاب مقدس آنها همیشه جهانهای جداگانه‌ای نیستند. پس تصور کنید بهشت و زمین را دو بود که می‌تواند در یک مکان به هم متصل شود. ما اغلب در مورد رفتن به بهشت صحبت می‌کنیم اگر بمیریم. اما من هرگز نشنیده ام که زمین و بهشت با هم پوشانی داشته باشند. بسیار شگفت انگیز است که کتاب مقدس در مورد همین موضوع است. اتحاد زمین و بهشت. کتاب مقدس توضیح داد چگونه هر دو در ابتدا کاملا متحد بودند اما سپس از هم جدا شدند و چگونه خدا میخواهد آنها را در حال حاضر متصل کند. برگردیم به اول. زمانی که بهشت و زمین هنوز کاملا متحد بودند، در همان ابتدا کتاب مقدس باغ ایدن به شرخ زیر توضیح داد. این مکانی است که خداوند با مردم در همه هنگی کامل و بدون جدایی زندگی می کرد. مردم این دنیا را سخت من سازی کردند تا دنیا شکوفا شود و زیبا شود. اما ما انسان ها ایده های خودمان را داشتیم. ما ترجیح داشتیم خدا را بیرون داشته باشیم و بدون او جهانی بسازیم. بله و بنابراین اکنون ما دو دنیای مجزا داریم. کتاب مقدس از اصطلاحات مختلفی استفاده می کند تا این دنیاها را توصیف کند و آنها را با وضوح تشخیص دهد. شما قبلاً گفتید که دنیاها هنوز هم میتواند به هم متصل شوند. توضیح دهید چگونه آنها با هم متصل شوند؟ خوب، در حال حاضر باید در مورد معبد صحبت کنیم. زیرا در کتاب مقدس شخصی با ورود به معبد حضور خدا را تجربه میکرد. بهشت و زمین در اینجا به هم میرسند. دو نوع معبد در کتاب مقدس شرح داده شده است. یکی خیمه است. خیمه‌ای که موسی برپا کرد و معبد دیگری بنیای چشمگیر است که سلیمان ساخته است. این معبد با درختان میوه گلها و مجسمه های فرشتگان تزیین شده بود و با طلا
va joharatazim shodebut. Hamme inha tori tarahi shodeant tabe in echsas beresit ke bebare eden bar gashte hit. Da vasate ma abad montare je vujud dash ke be an roduso rodus namide shodebut. Mitavanit andra nocte je asli hozure choda benamagit. Pas ma mitavanim dobare dar anja be choda nazdik shavim. Aheste bash, zira ma abad niz ba moshkel movaje mishavad. Halam roi choda az hozure u por shode bud, hamantor ba mechrabani edalat و زیبای خدا اما قلم روی انسان پر از گناه بی ادالتی و همه اواقع به زشت است. اما چگونه میتوان این خوزه ها را با هم پوشانی کرد؟ وقتی آنها به دلیل تفاوت هایشان بسیار در تضاد هستند، راه حل از طریق قربانی کردن حیوانات است. عجیب به نظر می رسد قربانی کردن حیوانات چه ربطی به آن دارد؟ عید قربانی کردن حیوانات را می تواند این گونه تصور کرد. وقتی حیوان می میرد گناه از آن مکان پاک شده بود و بنابراین یک فرد منطقه تمیز از طریق قربانی تایید می کرد در آنجا فرد آزاد را دارد تا به معبد برود تا در حضور خدا باشد. خوب، اگر من یک اسرائیلی در اورشلیم باشم، ممکن است در حضور خدا باشم. اما شما گفتید که کتاب مقدس درباره اتحاد مجدد بین بهشت و زمین صحبت کرد. درست است. اگر داستان را بیشتر بخوانید با عیسی در عهد جدید رو به رو خواهید شد. انجیل یوحنا ادعا می کند که خدا در عیسی انسان شد تا در میان ما ساکن شود. کلام زندگی در اینجا بسیار قابل توجه است. معنی آن این است که او خیمه خود را با ما برپا خواهد کرد. یوحنا می خواهد بگویید که خود عیسی یک معبد است. خود عیسی محل تلاقی بین بهشت و زمین است. جالب این است که عیسی در این مکان امن و تمیز نماند و در اطراف خود قدم زد و با گناهکاران وقت سپری می کرد. مردم را از بیماری ها شفا می داد و گناهانشان را می بخشد. اساساً او منطقه کوچکی از بهشت را ایجاد می کرد. جایی که مردم می توانست در پیشگاه خداوند باشند. و آن در وسط دنیای پر از گناه و مرگ بود. او همچنین به همه ی گفت که ملکوت بهشت نزدیک است و به شاگردانش گفت که همیشه دعا کنند که ملکوت خدا بیاید و ارادی تو همچنان که در آسمان است در زمین نیز انجام گردد. با این حال بسیار از عیسی احساس تهدید می کردند تا او را بکشند. به نظر می رسد تاریخ اتحاد زمین و بهشت شکست خورده بود. با این حال ما باید به یک صحنه برگردیم. جایی که یحیی تمید دهنده در مورد عیسی گفت ببینید اینجا برای قربانی خود است که گناه دنیا را بر دوش می گیرد. عیسی نه تنها به عنوان معبد معرفی شده بود بلکه به عنوان قربانی در معبد. دقیقاً بنابراین صلیب جایی است که عیسی گناه را در آن قطع وار کرد. مکانی تمیز است
ke manande rorbani heivanat mahdud nadarat. Korbani Isa tavana jegosta reshe bishtar va bishtara darat va behesht va zaminra harche bishtar beham peivand dahat. Cheili chub benazar mirasat. Ama man hanuz yek soal daram. Agar man bemirim che chahat oftat, aya pas az an be alame behesht nachaham raft va be Isa nachaham bud. Bale, dar bazi jahab dar achte jadid amade as ke masiyan pas az marge chod ba Isa dar behesht khahand bud. Ama in tamarkoze asli kitab muqaddas nist. Balke, dar morede in az ke behesht va zamin az tarikhe Isa motahed shodeand va kamelan ba ham motasel khahand bud. Zamani ke Isa do bare mi ayad. Aknun dar kitab mokashefe in In tasvir ziba az bare eden radarim, dar ghalebe yek shachre eraye shode ast. In shachre zamane gona va marg ra mi bandat. Kolle jahan rastegari va khelghat jadid ra tajrobe khahad kard. Va sepas jahane khoda va jahane ma be turi kamel ba ham motahed. Hand schott. Badas Mark, Rastachise Mordegan war im Messian, Messiar, Bessiar Mohemas. Avale Rorentian, Punzara, Moraje Konit, Heli Mohem war im Mosu, Rastachise, Badan war Rastachise, Imandaran. Bei Inhal, Mardom nemitavanand Rastachisra. Dark konant. Bereir as Isa, hitch kas hanus as mark be sendegi fe ali bargashte hast. Afradi rake Isa as mark bidarkard dobari mordant. Fahat Isa as mordegan barhast, va hanus sende hast. Va chun Isa bar mark ralebe kard, Ma motaradim ke tavasote chodavand niz rastachiz chahim shot. Ma nemidunim che dar an vacht etefar chahant oftat. Ama az nazar iman mi pazirim ke chodaye zende ast. Va ma ra chahat zende kard. کتاب مقدس به ما میگوید که رستخیز ادامه زندگی قدیمی نیست. بنابراین یک زمین نبختری نیست بلکه یک آفرینش جدید است. مکاشفه 5 نشانهای 21 ببینید. خدا گفت من همه چیز را جدید میسازم. همه مردم به طرز جسم و روح در پیشگاه خداوند خواهند بود. شخصیت قدیمی حافظ خواهد بود. آن را می دانیم چون عیسی ریم شده توسط شاگردان شناخته شده بود. پولس این گونه بیان می کند آنچه کشته می شود فساد پذیر است آنچه بر می خیزد فساد ناپذیر. در دلت کشته می شود در جلال بر می خیزد. در ضعف کشته می شود در قوت بر می خیزد. طبق شهادت کتاب مقدس این اتفاق در آخر زمان رخ می دهد. زمانی که خداوند آسمان جدید و زمین جدید را خالق خواهد کرد. مکاشفه 21 نشانهای 1 سپس آسمان جدید و زمین جدید دیدم زیرا آسمان اول و زمین اول سپاری شده بود و دیگر دریای وجود نداشت و آن وقت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ بعد از رستخیز شدن انسان دادگاه خدا خواهد رسید. برخی در انتظار بهشت هستند برخی دیگر در انتظار جهنم خواهد بود.
برخی میگویند چرا خداوند اجازه میدهد مردم به جهنم بفرست؟ اول تیموتیوس دوم 4-6 میگوید چرا که این نیکو و پسندید نجات دهنده ما خود است که میخواد همگان نجات یابند و به معرفت حقیقت نایل گردد. و برخی دیگر میپرسند اگر خدا میخواد همه مردم را نجات کند چرا به آن هدف نمیرسید؟ چون برای خدا هیچ چیزی غیر ممکن نیست؟ ما چاره ای نداریم جز این که بپذیریم خود خدا در مورد نتیجه هر فردی و در برای سرنوشت جهان قضاوت کند. هیچ کسی حق ندارد افراد دیگری را محکوم کند. آینده همه انسان فقط به دست خداست. چگونه می تواند آن را تصور کنیم؟ نمی دونم. هیچ کس نمی دوند. اما اگر بتوان در بهشت در مورد زندگی زمینی صحبت کند، پس باید استمر بین این زندگی و زندگی ابدی تشخیص کنیم. گمان می کنم که زندگی اکنون به یاد بیاوریم. امیدوارم همدیگر را بشناسیم. کتاب مقدس با تصویر فوق العاده از بهش صحبت می کند. اما تصویری هنوز چیزی غیر قابل توضیح هستند. اما ما بیش از این تصویر نداریم. تصویری از اورشلیم جدید است. مکاشفه 21 شهری که نیازی به معبد ندارد زیرا خدا و فرزندانش معبد آن هست. شهری که نیازی به خورشید و ماهی ندارد زیرا جلال خدا آن را روشن می کند. خدا با انسان ها ساکن خواهد شد و ایشان قوم او خواهند بود و خود خدا با ایشان خواهد بود و خدای ایشان خواهد بود. او هر اشکی را از چشمان آنها پاک خواهد کرد و دیگر مرگ نخواهد بود و ماتم و شیون و درد وجود نخواهد داشت زیرا چیزهای اول سپری شد. در آنجا گرگ با بر زندگی خواهد کرد و پلنگ با باز دراز خواهد کشید. گوساله و شیر با هم میچرند و پسر کوچکی آنها را راهنمایی میکند. گاو و خرس با هم چرایی خواهند کرد. هیچ شرارت و آسیبی در تمام کوه مقدس من رخ نخواهد داد زیرا زمینی پر از دانش خداوند است، زیرا آب دریا را پوشانده است. عیسی هم در انتظار این پادشاهی جدید بود و در مورد پادشاهی آسمان صحبت می کرد. و تصویر عیسی این است که خدا به غذا دعوت می کند. خوردن در کنار خدا در بهشت تصویر شگفت انگیز است. عیسی آن را نشان داد چون با باشگیران و گناهکاران غذا خورد. بهشت این گونه خواهد بود. امید به زندگی ابدی زندگی من در اینجا و اکنون تغییر می کند. در فصل 15 اولین نامه خود به کلیسای قرنت پولس می نویسد اگر در این زندگی تنها به مسیح امیدوار باشیم در بین مردم بدبختی ترین خواهیم بود. اول قرنتیان 15 نشانهای 19. اما برعکس نیز درست است. اگر فقط به زندگی آخرت به مسیح امیدوار باشیم در این صورت بدبختی ترین مردم خواهیم بود. یکی از سرزنش های ضد دین مسیح این است که مسیحیان با اعتقاد به بهشت زندگی اکنونی را نادیده میگیرند و سعی میکنند مشکلات دنیای اکنونی پشت سر قرار دارد.
Asinasar, kar max dinra tariake mardum chant. Amadorosnist. Chun iman besendigi abadi, be ma etemat be nafs midahat, ta barie pechbudi shariete sendigi, barie solo armesh vaeda late choda talash mikoni. Zire tepre darke kitabe moradas, sendigi abadi, dar inja va aknun araz mishavat.